به بخش نفس عمیق رسیدیم بخشی از برنامه سی درجه که به سلامت روان و مسائل روانشناسی میپردازه در برنامه قبلی دکتر نیما رحیمی به دنبال پاسخ این سال رفت که چطور میتونیم با همسر و یا دوستمون یک رابطه شفاف و سالم بسازیم در این برنامه از خانم شهرزاد پور عبدالله مشاور خانواده و روان درمانگر میپرسیم که چطور در این رابطه میشه یک امنیت عاطفی ایجاد کرد در برنامه گذشته راجع به نحوه گفتگوی زوجها با هم صحبت کردیم. آیا بهانه گفتگو باید فقط در مورد شکایت کردن از هم دیگه باشه؟ نه به هیچ وجه واسه همین نمای برنامه دوم دو برای این در با ارتباط گذاشتیم ببینید خیلی چیزی که خیلی مهمه و باعث استحکام یه رابطه میشه این هستش که نه تنها آدما ها چیزهای مثبت همدیگر میبینن بلکه باید اونها رو بعض اوقات به زبون بیارن و به طرف مقابل این رو این رو بدن نه تنها میبینیم که داری این کار رو انجام میدی و اینکه ما این رو بیان میکنیم و عنوان میکنیم و حتی گاهی از تشکر هم میکنیم. این خیلی مهمه به نظر توی رابطه چه از باید همدیگر در جزئیات کارهای همدیگه قرار بدن؟ لحظه های توی زندگی روزمره هست که میتونه واقعا کیفیت رابطه رو ببره بالا خب و این لحظه های هستش ما میتونیم در جریان کار همدیگه قرار بگیریم مثلا فرض کنید صبح آدما بیدار میشن قبل از اینکه برین سر کار خب اون چیزهایی که به هم دیگه انتقال میدین خیلی مهمه اینکه بدونین در واقع برنامه‌تون برای امروز چیه که میخوام بیاین خونه کی چی کار رو بکنه اگه بچه دارین کی دنبال بچه میره کی خرید رو میکنه این برنامه موقعی که برمیگردین از سر کار بازم خیلی یک نقطه کلیدی روزه و اینکه خب میرین توی سیستم تعاملی بودین هزار تا دردسر شاید داشتین گرفتاری داشتین خسته این و به همدیگه میرسین بد نیستش که در جریان شرایط جسمی و رویی هم دیگه قرار بگیرین روز سختی بود روز بعدی بود روز خوبی بود این کارو کردم یه موقعی میتونین در... یه چند دقیقه بیشتر قرار نیستش طول بکشه در جریان کارهای هم دیگه قرار بگیرین لحظه قبل از خواب خیلی مهمه اینکه شما دارین میخوابین این مدلی که ارتباط برقرار میکنین که به طرف مقابل میگین دارین چیکار میکنین خیلی مهم هستش این ارتباطی که برقرار می‌کنی الزاما باید با کلام باشه ببینید یه موقعی با کلام هست ولی من فکر می‌کنم ارتباط غیر کلامی خیلی مهم هست یه سری هستن که خیلی ارتباط کلامی خیلی قوی ندارن هیچ مهم نیست مثلا فرض کنید شما صبح می‌خواید خداحافظی کن از همسرتون حتما نیست یک 10 دقیقه باش صحبت کنید می‌تونید مثلا بغلش کنین بوسش کنین وقتی که از سر کار میایین همین طور یه بغل کردن یه بوس کردن یک همجواری جسمی داشتن با هم دیگه 5 دقیقه روی مبل به هم دیگه چسبیدن تکیه دادن اینا همه لحظه هستش که میتونه نزدیکی رو تو رابطه زناشو ایجاد کنه اگه این ارتباط نباشه امکان داره چه مشکلی پیش بیاد؟ اگه این سفر تماشا خب مشکلات زیاد ممکنه پیش بیاد برای اینکه آدم‌ها ممکنه برای خوش تا فکر خیال بکنن فرض کنید مثلا شما اگر ندونین که همسرتون روز سختی داشته خب شبم اومده گرفته رفته خوابیده هیچ سوالی نکردین فردا سوالی نکردین این اتفاقا نفساته برای خودتون یه حس و گمانایی می‌زنید که میتونه رو کیفیت رابطه تاثیر بذاره مثلا فکر میکنین که نکنه کسی تو زندگیش پیدا شده نکنه من کاری کردم و دست من ناراحت شده نکنه داره کارش از دست میده میدونین در واقع هیچ مشکلی رو حل نمیکنین. این لحظه‌های نزدیکی روحی و جسمی لازم هست برای اینکه شما در واقع یه جورایی این رابطه عاطفی رو مستحکم تر کنین یعنی این امنیتی که آدم‌ها احتیاج دارن توی رابطه احساس کن طرف مقابل هست برای من من براش هستم رو در واقع یه جورایی این رو یاد همدیگه هم دیگه میندازین یاداوری می‌کنین به هم دیگه من درم خواهد تاکید کنم روی مسئله که ما وقتی از یه حتی فرض کنید همه این کارا رو کردیم و باز هم از یکی شکایت داریم فقط صرف شکایت کردن قرار نیست رابطه ما رو بهتر کنه وقتی شکایت می‌کنیم، سعی کنیم در مقابل اون شکایتی کردیم از طرف هم به طور واضح و روشن بخوایم که در قبال اون کاری که دوست نداریم میکنیم قرار چه, چه رفتاری دوست داریم ازش ببینیم و قرار چه کار بکنه این خیلی میتونه ارتباطمون کمک بکنه باهاش حالا هدف از این بهبود رابطه اینه که دو نفر دیدگاهشون کاملا مثل هم بشه نه اصلا به هیچ قرار نیست اتفاق بیفته این تفاهم به این معنی نیست که آدم‌ها مثل هم فکر کنن، مثل هم هاشون شبیه هم باشه انتظاراتشون شبیه هم باشه بر ما از دو تا خانه خانواده متفاوت میایم قرار نیست عین هم باشیم با هم حتما تفاوت‌های زیادی خواهیم داشت هدف از این رابطه این هستش که ما بتونیم قبول کنیم که میتونه دیدگاه من این باشه دیدگاه شما یه چیز دیگه باشه من میتونم این قضیه رو اینطوری ببینم شما میتونید یه جور دیگه ببینید با فقط در میون گذاشتن این دیدگاه متفاوت هستش که میتونیم واقعا به بلوغ و شکوفایی رابطه خودمون کمک بکنیم و این به این معنی نباشه که اگر فرض کنیم ما داریم رو رو روی این مسئله بحث میکنیم مثلا فرض کنیم در مورد اینکه کجا زندگی کنیم یا مثلا بچه همون کدوم مدرسه برن یا مسافرت کجا بریم اگر فرض کنیم من احساس کنم که دیدگاه طرف مقابلم رو دارم قبول میکنم به این معنیه که دیدگاه من مهم نیست یا حق با اون من حق ندارم خب این مسئله حل نمیکنه چیزی رو در واقع تنش ایجاد میکنه تو رابطه باید اینجوری فکر کنیم که من وقتی قبول میکنم طرف مقابل نظرش درسته این به این معنی نیست که نظر من غلطه آدم میتونه یک چیز رو از دو تا زاویه مختلف ببینه خب ممکنه نظر شما درست باشه نظر من درست باشه ولی در این شرایط الان شاید بهتره که اول با راه حل شما جلو بریم شاید دفعه دیگه نوبت راه حل من باشه و اینکه همیشه هم نباشه که همیشه راه حل یه نفره که همیشه اولین راه حله و بعدی همیشه دنباله روی یه ذره تعادل باید تو این هم باشه که هر کسی بالاخره به نوبت خودش احساس کنه که نظراتش انتظاراتش از رابطه در واقع یه جورایی مطرح میشه و اینکه به جای میرسه و احساس سرخوردگی نکنه تو رابطه خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه خواهش میکنم